همانطور که پیشتر هم گفته شده بود، در پاریس نشستی تحت عنوان نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای عربی برگزار شد که فشرده از آن در برنامه فردای زیر آسمان پاریس ساعت 6:30 به وقت پاریس از تلویزیون ایران فردا پخش خواهد شد. و حالا ادامه خبرها. مراسمی در مکزیک برای ترور یک روزنامه‌نگار، هکتور گونزالس آنتونیو، که پنجمین روزنامه‌نگاری است که در 7 ماه گذشته در مکزیک به قتل می‌رسد. آرکادی بابنچکو، روزنامه‌نگاری که ادعا شده بود به دست سرویس‌های اطلاعاتی روسی در کیف ترور شده است، 24 ساعت دیرتر سالم و زنده در کنفرانس خبری حاضر شد. به گفته رسانه‌ها این روش برای ممانعت و برملاسازی طرح شده بود است، اما موضوع کمی غیر قابل قبول می نماید و جالب اینکه عکس او در روسیه برای ساعاتی بر دیوار شهدا نصب شده بود. این متن نیست که نیازی به ترجمه و تحلیل ندارد. کمپانی عظیم جنرال الکتریک دیگر ابزار مربوط به انرژی و تولید آن را به جمهوری اسلامی نخواهد فروخت. آقای پاتریک پویانه، مدیر شرکت قول نفتی توتال، در مصاحبه با نشریه وست فرانس امروز گفته اگر روزی بتوانیم به ایران باز خواهیم گشت. ساعتی پیش خبرگزاری فرانسه هم خبر اضافه کرد که وی چندان امیدی به این که امریکا برای حضور توتال یک استثناء قائل بشود آن را ضعیف می داند. قرارداد توتال با جمهوری اسلامی به 5 میلیارد دلار می رسد و سهم توتال به تنهایی در آن سوی چین و جمهوری اسلامی 50.1% است و به معنای هرچه توتال بگوید همان است. یمن، پرونده ناشناخته منطقه، دیروز مورد بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس فرانسه قرار گرفت. در ارتباط با ایران در رسانه‌های خبری نام اسرائیل این روزها بسیار هم ردیف شده است. جدا از اینکه آقای نتانیاهو همین هفته به فرانسه می آید، نشریه لوریان دوجور چاپ لبنان با قرار دادن این عکس وضعیت حضور جمهوری اسلامی در سوریه را آشکار می سازد. تکرار ملاقات وزیر دفاع اسرائیل با همتای روسیه خود نیز نیاز به توضیح بیشتر را از بین می برد. جالب است بدانید سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل افرادی را که به زبان فارسی آگاهی داشته باشند از طریق اینترنت استخدام می کند. اما اینکه این گونه کار آشکار و تبلیغاتی انجام بگیرد حرف دیگری است. دانمارک داشتن بقعه و لباس این گونه را در انظار عمومی ممنوع اعلام کرد. عکس‌هایی از فراهمسازی دیدار رهبر کره شمالی و آقای ترامپ که آقای پومپئو فراهم کننده آن است. کره شمالی مخالفتی با برچیدن پایگاه نظامی اتمیش ندارد. بر حال در این پرونده امریکا از روسیه برای ملاقات با آقای کیم جونگ اون پیشی گرفته است. دولت جدید ایتالیا با 18 وزیر کار خود را آغاز کرده. در کابینه فقط 5 زن در برابر 13 مرد حضور دارند، در حالی که در فرانسه تعداد وزیر زن و مرد برابر است. اگر سوپرمن قهرمان تحلیلی داستانهای کودکان و این اواخر سینما امروز 80 ساله شد، در عوض این اوست که باید بگوید در تب و تاب بازی‌های مسکو و تب فوتبال و این تصاویر از ایستگاه فضایی به نظر او در این بیوزنی کار گل زدن ساده تر است یا کار دروازه بانی. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.